سلام عزیزان من سولماز هستم از شبکه ستسون پارس در خدمت شما عزیزان با سری برنامه های مراقب خودت باش در این سری برنامه ها یاد گرفتیم که از خودمون چجوری مراقبت کنیم و در موضوعی که هفته پیش راجبش صحبت کردیم اینکه مراقب خودت باش و با قلبی پر از محبت خدمت کن در این به این موضوع پرداختیم و در این مورد صحبت کردیم که چقدر میتونه زمانی که مراقبت کنیم از خودمون چقدر میتونه یک سمره مفید به عنوان خادمین برای ما در کلیسا بیاره به عنوان پدر و مادر در خانواده برای ما بیاره به عنوان دختران و پسران خدا وقتی مراقب خودمون باشیم چقدر میتونیم زندگی در امنیت و شادی داشته باشیم مهمان عزیز برنامه ما کشیش امیر پریاری اینجا هستن امیر جان خیلی خوش اومدین منم سلام عرض میکنم و خیلی خوشحال هستم که میتونیم امروز با همدیگه ادامه برنامه هفته گذشته داشته باشیم امیر جان مراقب خودت باش ولی اندفعه چجوری با قلبی پر از محبت خدمت کن در برنامه های گذشته شنیدیم از شما راجبه اینکه چقدر مهم هست که در زندگی شخصیمون مراقب خودمون باشیم تا بتونیم با قلبی آرومتر و پرمحبتتر همونطور مثال جام رو زدیم که وقتی لبریز باشیم از محبت خدا میتونیم دیگران رو چقدر راحتتر بپذیریم و محبت کنیم دقیقا در مورد همین دقیقا صحبت کردیم که اگر من خودم رو دوست نداشته باشم نمیتونم دیگران رو هم دوست داشته باشم پس خدمت منم بی اثر خواهد شد اگر من با محبت دیگران رو در حقیقت خدمت نکنم و در مورد پنج صدای درونی یا پنج محرک درونی که آدم ما رو میتونه که به ما جهت بده توی زندگیمون و در مورد این صحبت کردیم که این پنج عامل میتونه تاثیر مثبت یا منفی داشته باشه چون در شخصیت همه ما یک یا چند تا از این خصوصیات رو میتونیم داشته باشیم اینکه قوی باش اینکه سریع انجام بده اینکه دیگران رو همیشه از خودت راضی نگه دار اینکه کامل و پرفکت انجام بده کارها رو و اینکه همیشه تلاش بیشتری بکن این فکر میکنم که اکثر آدم ها اگر نگم همه ولی میتونم هم بگم همه این خصوصیات ممکنه یکی دو تا درشون حداقل باشه و من با این میخوام شروع بکنم که افرادی که این محرک درونی دارن این صدای درونی رو دارن چه نقاط قوت و ضعفی میتونه داشته باشه چون گفتیم که هم میتونه نقطه قوت برای ما باشه هم نقطه ضعف کسایی که این خصوصیات رو دارن هم یک به خاطر این خصوصیت هم یک سری نکات مثبت در ه... اه اه اعمالشون هست هم ممکنه که یک های منفی داشته باشه پس من شروع میکنم با اولین اه 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 اون محرک درونی که قوی باش آن چنین افرادی همیشه تمایل دارن که اه 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 احساسات خودشون رو سرکوب بکنن آه. یعنی خیلی احساسات نشون نمیدن چون اون رو نقطه ضعف میدونن این مثال رو قبلا زدیم ولی بازم میگم که مثلا مرد که گریه نمیکنه تو باید قوی باشی آن این صداها بعضی وقتا از قدیم در ما بوده و باشون بزرگ شدیم پس چنین افرادی که میخوان قوی باشن سعی میکنن که احساسات خودشون رو نشون ندن ترجیح میدن کارها رو به تنهایی انجام بدن که نشون بدن که من قوی هستم من از پس کارهای خودم برمیام بر من نیاز به کمک گرفتن ندارم من خودم میتونم کارهای خودم رو انجام بدم و چنین افرادی با چنین روی کردی ممکنه این پیغام رو به اطرافیانشون بدن این پیغام رو به کسایی که باشون کار میکنن خدمت میکنن بدن که این شخص آدم مستبدی هست دقیقا این شخص آدم خودرعی هست این شخص میخواد که همیشه خودش دیده بشه پس این پیغام رو میتونه به اطرافیان بده که اینم میتونه نکته منفی باشه ولی شاید نکته های مثبتی که میتونیم در خصوصیات این افراد ببینیم این که همیشه مایل به کار کردن هستن خیلی از زیر کار در نمیرن همیشه اونها رو میبینی که دارن یه کاری رو انجام میدن و این میتونه نکته مثبت باشه و در شرایط بحران معمولا سعی میکنن که آرامش خودشون نش... نگه دارن آن، که بگن که ما آرومیم درست بحرانه درست الان وضعیت خطرناکه ولی من قوی هستم من خودم رو قوی نگه میدارم تا از این وضعیت بیرون برم و معمولا تو این موقعیت هم افراد ان اتاف پذیرتری هستن این افراد و میتونن با شرایط یک جورهای وفق پیدا بکنن یک جورهای خودشون در حقیقت با شرایط یکی بکنن که بخوان اون قدرت خودشون رو نشون بدن دقیقا چه و همه اینها امی جان برمیگرده در آخر واقعا به صحبت های شما اینکه شخص چون مراقب خودش نیست و این خطرها باعث میشه این خطر مراقب خودت نبودن باعث میشه که این ضربه ها رو بزنه چند وقت پیش دختر کوچولوی ما داشت راجع به این صحبت میکرد که چقدر حیوان خونگیش رو دوست داره و به من میگفتش که اونو خیلی دوست دارم و بعد شما و بابی رو یک اندازه دوست دارم و در آخر میگفتش که بعد از من و شما گفت و خودم رو چقدر برای من جالب بود که این کلمه رو ازش شنیدم من که چهل سال هم کردم هیچ وقت به من این جمله رو که خودم رو دوست دارم هیچ جا به من تعلیم داده نشد و وقتی که نور این حرف زد واقعا من احساس, احساس می کردم که همه چی برام زیبا شده چون دختر پنج ساله من یاد گرفته که بگه و بعد خودم رو چقدر خوبه که یاد بگیریم من خودم رو دوست دارم بله این متاسفانه تو فرهنگ ما خیلی اه، اه، صدای خوبی نداره یا خیلی مثبت ارزیابی نمیشه و اگر شما بگی که من خودم رو دوست دارم سری میگن که تو خودشیفته هستی میدونی تو عاشق خودتی و به عنوان یک کاراکتر منفی ازش یاد میشه اگه یکی بگه من خودم رو دوست دارم دقیقا و ما با این صداها با این فرهنگ بزرگ شدیم و همیشه خودمون رو سانسور کردیم حالا توی قسمت بعدی کسایی که میخوان همه رو راضی کنن و این توی فرهنگ ما بیشتره که دیگران همیشه مهمتر از تو مثلا مهمون مهمتر از توه بله. و نمیدونم مثلا ظرفای خوب همیشه مال مهمان بود و اینها این, این, ارزش نداشت ارزش ندادن به خودته دقیقا. چرا تو مثلا در روز نمیتونی از اون امکاناتی که داری استفاده بکنی دقیقا. من حالا باز شما خاطره میگی من خاطره دارم مادر بزرگم یه اتاق خونهشون دو قسمت بود طبقه بالا اصلا اونجا انگار که مقدس بود اونجا همش مال مهمون بود دقیقا. روی مبلا همه یه پارچه کشیده شده بود هیچکی اجازه نداشت بچه ها یا کسی بره اونجا و چرا برای خودمون ارزش قائل نیستیم بله. چرا به خودمون بهانه میدیم چرا میخوایم در حقیقت اینطوری رفتار بکنیم بله دست به میوه و شیرنی نزن مال مهنه آره. پس من مهمم اول من مهمم و این نکته منفی نیست این توی تفکر مسیحی نکته منفی و, و یاد میده امی جان به ما تفکر مسیحی چقدر به ما یاد میده من واقعا توی تربیت دخترم خب خیلی سعی کردم ولی واقعا کتاب مقدس کلیسا به من خیلی کمک کرد که یاد بگیرم که وقتی که اونو به قولی مثل کلام خدا محبت کنم چقدر میتونه اعتماد به نفس اون از کودکی بالا بره چقدر میتونه کمک کنه که خودشو دوست داشته باشه من واقعا با اینکه منم تجربه مال همون فرهنگه ولی وقتی که میز میچینم قرار مهمون میاد هیچ وقت به دخترم نمیگم دست شاید حتی شیرنی برداره که اون نظم میز من رو به هم بزنه ولی میخوام بر آدیسازی عادی سازی کنم اینکه تو برای من مهمی و چقدر خوبه که همین کلمه رو در مورد خودمون بگیم چون ما به عنوان خادمین به عنوان پدر و مادرها تو فرهنگمون هست دیگران رو محبت میکنیم ولی خودمون رو محبت کنیم و امیدوارم که یاد بگیریم امیر جان استراحتی کوتاه میکنیم و برمیگردیم دوباره در خدمت شما عزیزان هستیم اینکه مراقب خودت باش با ما باشین عزیزان برگشتیم با بحث شیرین مراقب خودت باش امی جان در این مورد داشتین صحبت میکردین که خوبه که یاد بگیریم خودمون رو دوست داشته باشیم و از خودمون مراقبت کنیم بله خصوصیات افراد مختلف رو داشتیم بررسی میکردیم حالا اولش این بود که قوی باش حالا بله. بس بحث یه ذره به بیراه رفت ولی خیلی هم دور نیست و نکته دوم اون صدای درونی که سریع باش افرادی که دائما در تکاپو هستن افرادی که میخوان چند تا کار رو با همدیگه انجام بدن آرام و قرار ندارن و این افراد همیشه باعث استرس توی گروه هستن چون میخوان که خیلی سریع کارها انجام بشه و همیشه گروه رو به حرکت یک جورایی به حرکت میندازن که میتونه هم خوب باشه هم میتونه منفی باشه توی جلساتی که شرکت میکنن اگر احساس بکنن که خیلی همه چی داره کند پیش میره عصبانی میشن بله. و باز میتونن عکس نشون بدن ولی نکته مثبتی که شاید بشه بهش اشاره کرد وقت براشون خیلی ارزش داره یعنی دوست ندارن که دقیقه هاشون بیخودی به بتالت بره آن اگر که در حقیقت قرار قراری دارن صد درصد این افراد سر وقت اونجا حاضر هستن و اگر اون شخص مقابل دیر, دیر بیاد یا دیر به اون قرارش برسه اونها واقعا احساس بدی بهشون دست میده <تصفح> نکته سوم که افرادی که میخوان همه رو از خودشون راضی نگه بله. همه حق دارن این افراد معمولا کسایی هستن که اه اه همیشه همه رو تایید میکنن هر کی هر کاری بکنه سر تکون میگن میدن میگن بله شما راست میگی بله. و براشون خیلی سخته که نبگن به این افراد معمولا کسایی که میخوان همه راضی باشن هر کی هر وظیفه‌ای بهشون بده قبول میکنن نمیگن نه نمیگن ما نمیتونیم نمی... نمیگن که ما وقت نداریم اه... نکته مثبتی که ولی شاید این افراد دارن همیشه با ملاحظه با, دوست، با دوستانشون با اطرافیانشون ارتباط برقرار میکنن همیشه ملاحظه همه رو میکنند همیشه دیگران براشون مهم هستند همیشه نگاه میکنند که باری برای کسی بیش از حد نذاشته باشن ولی در مقابل نیازهای خودشون رو همیشه نادیده میگیرن و خودشون رو نمیبینن و این نکته منفی که میتونه باشه نکته چهارم افرادی که میخوان همیشه کامل باشن پرفکت باشن یا یک جورایی یک کمالگرایی درشون هست کسایی هستن که معمولا از یک سری عبارات پیچیده کلمه های قلوم به به استفاده میکنن هرگز از عملکرد خودشون راضی نیستن هر کاری هم که خیلی خوب انجام بدن ولی میگن که میتونستم بهتر انجام بدن دقیقا. باید بهتر انجام میدادم و میخوان که همه چیز رو بدون خطا انجام بدن هیچ وقت به خودشون اجازه نمیدن که اشتباه بکنن. انتقاد ناپذیرن. اگر ازشون انتقادی بشه بهشون شدیدن حس بدی میده و چون همیشه سعی کردن بهترین باشن، انتقاد رو قبول نمیکنن و همیشه برای خودشون یک بار خیلی زیادی رو روی های خودشون هم میکنن. چون بیشتر از توان خودشون میخوان عمل بکنن. میخوان همه چیز عالی باشه. اه... <تص> نکته مثبتشون ولی این هستش که مراقب و دقیق هستن همیشه مراقب همه چیز هستن که همه چیز خوب باشه دقیقا به نکته های ریز توجه زیادی میکنن و معمولا افرادی هستن که دانش بالاتری نسبت به حالا یک اگر می خط میانی در نظر بگیریم معمولا این افراد دانش بالاتری رو هم دارن به خاطر اینکه میخوان همیشه هر جایی که قرار میگیرن یا تو هر جمعی که قرار میگیرن کم نیارن و بگم که من هستم نکته پنجم یا دسته بعدی که صحبت کردیم کسایی که میخوان همیشه با تلاش کردن زیاد به جایی برسن این فکر یا این صدا درونشون اونها رو به حرکت میندازه که بیشتر تلاش کن این افراد معمولا سخت کار میکنن و همیشه ناراضی هستن زیاد کار میکنن ولی هیچ وقت راضی نیستن و باعث تنش توی گروه میشن میدونین چون هیچ چیزی اونها رو راضی راضی نمیکنه دائما توصیه و پیشنهاد دارن برای دیگران برای اطرافیانشون برای اینکه کارها رو با تلاش زیاد میخوان انجام بدن کارها رو با پشت کار انجام میدن نکته مثبتی که این افراد میتونه داشته،, داشت داشته, باشه همیشه پشت کار دارن همیشه در حال انجام دادن یه کاری هستن و همیشه با اعمال خودشون میخوان در حقیقت وضعیت بهتری داشته باشن این پنج تا در حقیقت پنج تا نکته ای که از درون ما رو به حرکت میندازه بله. حالا میشه نکته های مثبتش داشت میشه نکته های منفی رو داشت ولی پیغام من این هستش که ما برگردیم به خودمون و ببینیم که کدوم اینها در من هست بله. آیا این این انگیزه های درونی داره من رو به سمت تخریب شدن میبره؟ بله. آیا داره من رو به سمت در حقیقت از دست دادن آرامش روح و جسمم داره میبره؟ بله. یا داره به من کمک میکنه که از اون خصوصیت درونی خودم استفاده بکنم؟ بله امی جان شاید خیلی وقتها همطور که شما گفتین شاید ما تو این شرایط هستیم و یک اه اه شنیدن شاید یک گفتن اینکه قبول کنیم و بشنویم وقتی یک چیز رو شاید ما در شخصیت خودمون نمی ولی وقتی که تکرار بشه از افراد بشنویم فکر می خیلی مهمه که قبول کنیم بدونیم یک چیزی هست که دیگران دارن میگن به قول شما نپذیرفتن خودش میتونه چقدر زنگ خطر باشه و خیلی وقتها شنیدن و قبول کردن میتونه کمک کنه بله قبول کردن و اینکه این حالا این خصوصیت میگم در ما هست ولی به کانال درست هدایت بشه بله. مثلا کسی که این صدا در اونش هستش که تو باید همیشه قوی باشی این این رو هم باید در جهت تعادل در نظر بگیره که کمک گرفتن هیچ اشکالی نداره بله اینکه بعضی جاها من بگم که من احتیاج به کمک دارم قرار نیستش که همیشه من آدم قویه باشم بعضی وقتا احتیاج دارم که شاید تو گروه زفای من دیده بشه من بگم که من این کار رو نمیتونم انجام بدم ولی احتیاج به کمک دارم کسایی که این صدای قوی باید قوی باشی هست این که نیاز هست بعضی وقتها ما احساسات خودمون رو نشون بدیم این, این نشانه ضعف من نیست احساسات خیلی زیادی در ما هست آن شاید بیش از صد حس مختلف ما داریم که با این احساسات میخوایم خودمون رو تخلیه بکنیم آن شما مثلا در نظر بگیری یکی که خودش رو سانسور میکنه و گریه نمیکنه این بغز همیشه توی گلوش هست آن این در حقیقت احساس خفگی همیشه درش هست ولی وقتی که خودشو بریزه بیرون یا کسی که عصبانیه میخواد باز ادای آدم قوی رو در بیاره نه احتیاج هست بعضی وقتا من داد بزنم نه سر کسی آن برم یه جایی توی طبیعتی جایی داد بزنم بذارم که اون حس خشم خالی بشه یا اون حس خشم رو در جهت درست چون یک پتانسیل در ما در جهت درست به کارش بگیریم پس احساسات خودمون رو نشون بدیم حالا هر حسی که از هر حسی که میخوایم استفاده بکنیم بله دقیقا خشم و یا به قول شما گریه حتی خنده بله احساسات ما چرا باید کنترل کرده بشه دقیقا این, این آدم قوی باید این تعادل من همیشه میگم زندگی مسیح یک زندگی متعادله بله. نمیتونیم که از یک طرف بیفتیم یا یک افراد یا یک تفریتی باشه و این افراد قوی باید پذیرای توجه و روبرو شدن با افراد باشن اینکه قرار نیست همه کار خودشون تنها انجام بدن بپذیریم آن نکته دوم کسایی که میخوان سریع باشن این این تعادل رو میتونن اینطوری نگه دارن که زندگی یک ریتم داره آن. و اگر اون ریتم زندگی رو ما پیدا بکنیم میتونیم آدم های سالمی باشیم از لحاظ روانی اگر دائما در سرعتیم یا خیلی کندیم یا زندگیمون هیچ ریتمی نداره ما نمیتونیم از خودمون مراقبت بکنیم هر کسی بنابرا خصوصیاتش بنا به شرایطش باید ریتم زندگی خودش رو پیدا بکنه و بعضی جاها اون, اون در حقیقت ترمز رو باید بکشیم بهم. یا پامون رو از روگاز برداریم بذاریم که اون زندگیمون در تعادل قرار بگیره در نظر بگیریم که موقعیت و شرایط جسمی خودمون رو در نظر بگیریم شرایط جسمی و شرایط روحی خودمون رو سرعت خیلی زیاد ممکنه روی جسم ما روی روح ما تاثیر بذاره و ما ممکنه دچار بیماری های مختلف بشیم پس اون سرعت رو کم بکنیم نکته سوم کسایی که گفتیم همیشه حق, حق رو به دیگران میدن یا همیشه دوست دارن دیگران رو راضی بکنن این تعادل رو به این شکل میتونن وارد زندگیشون بکنن که خواسته های تو هم مهمه دقیقا آن کی قراره که تو برای خواسته خودت عمل بکنی دقیقا. کی قراره که تو دیده بشی اگر ما همیشه در پی رضایت دیگران باشیم به هر حال دیر یا زود خودمون احساس تنهایی میکنیم خودمون احساس میکنیم که دیگران از من سوء استفاده کردن در صورتی بقید. که من اجازه دادم شاید دیگران از من سوء استفاده بکنن یا دیگران اصلا سوء استفاده نکردن چون من خواستم دی دیگران رو راضی بکنم این حس به من نبید. داده میشه میگم در کوتاه مدت ممکنه جواب بده ولی در دراز مدت افکار و سیستم فکری ما رو به هم میریزه و, و ما رو اذیت میکنه باید این حق رو به خودشون بدن که بعضی جاها نبگن قرار نیست همه از من راضی بشن حتی اگر من جایی احساس میکنم که بگم نه ناراحتی به بار میاد اشکال نداره چون من مهمتر هستم نه کار من ها؟ این نگفتن باز یه کتاب رو من تو چند جلسه قبل معرفی کردم کتاب حریم ها در حقیقت عنوان بعدیش این هستش که هنر نگفتن آن این یه هنره به خصوص تو فرهنگ ما چون برامون سخته که نبگیم بعضی جاها و پس به نیازهای خودمون گوش بدیم و نظر بدیم آن گفتیم کسایی که همیشه میخوان دیگران راضی بشه خودشون نظر نمیدن معمولا ولی نظر بدیم اگر نظری داریم اگر تو جمع میخوایم حرفی رو بزنیم بزنیم بذاریم که هیچ مسئله نیست و به ما احساس بهتری میده احساس دیده شدن میده و گروه بعدی کسایی که کامل هستن باز این تعادل رو میتونن به این شکل توی زندگیشون بیارن که تو همینجوری خوبی <تصفح> میدونین؟ تو احتیاج نیست با عمل کردت با کار و تلاش بیشتر توجه دیگران رو به دست بیاری بله تو همین جوری با ارزش هستی خدا تو رو همین جوری دوست داره دیگران تو رو همین جوری دوست خواهند داشت سعی نکن با عمل کرده بیشتر توجه رو بخری به سمت خودت و آسیب ببینی همینجوری اه... باعث سوء تفاهم نشه که میگن من همین جوری که هستم میخواین دوست داشته باشین <applause> میخواین نداشته باشین نه تعادل رو میدونیم بله. دیگه این اینکه گفتیم تو بحث حریم ها گفتیم بله. که در حقیقت اون آزادی رو من دارم تا جایی که آزادی کس دیگر رو نگیرم میدونین این خیلی نکته مهمیه من بگم اوکی من, هم من همین جوری هم همیشه عصبانی هم. نمیتونم اجازه ندارم میدونی همینجوری همیشه عصبانی باشم چرا مگه،, مگه, از همه طلب, طلب کار که نیستم که پس... جان شما یک دقیقه زمان دارین و اوکی پس شما. نکته آخر رو سریعتر میگم نکته 4 و 5 4. پس کامل باشید همینجوری خوبیم تو اجازه داری که اشتباه بکنی همیشه نباید کامل باشی اجازه اشتباه کردن رو به خودمون و به دیگران بدیم هیچ اشکالی نداره نکته پنجم کسایی که میخوان با تلاش بیشتر کار بکنن با آرامش به اطراف نگاه بکنیم در حد قدرت خودمون تلاش بکنیم اه، و اه، اه، بعضی جاها دست نگه داریم و از زندگی لذت ببریم خیلی ممنون امیر جان برای نکته های زیبایی که گفتین و اینکه عزیزان امیدوارم در این سری برنامه ها یاد بگیریم مراقب خودمون باشین شما رو به دست های پر مهر خداوند که در خانه های شما در قلب های شما و در کنار شما ایستاده میسپرم خداوند همراه شما باشه خدا حافظ